برنامه ویدیوی جدید خوش اومد. امروز با هم دیگه می‌خوایم چند تا فیلم ترسناک رو ببینیم. میدونم همتون عاشق فیلم‌های ترسناک هستید، پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. علی چی میگی؟ مثلا ترسناک، من ادای ترسناک رو در میارم. ادای ترسناک لالخم چی؟ مثلا خیلی ترسناکم. اولین فیلمی که داریم، جن به فیلمبردار افغان حمله میکنه. خطرناکترین فیلم ضبط شده از جن. من اصلا الان بگم به جن اعتقاد ندارم، الان که تو خونه نشستم. البته اگه برم تو قبرستون یا جای ترسای، اون موقع یه خورده اعتقاد دارم. من اعتقاد ندارم. من کلا آدم شجاعی ام. چند قبرستون با هم دیگه بریم ببینم بازم شجاعی. آقا من میام. آقا هر قبرستونی که میگی یه علت قشنگ که نیست، هر قبرستونو بریم میام. من همین الان چالشو به بالشو به صاحب دعوت میکنم. فشمام من همین الان صاحبو به چالش دعوت میکنم. ساعت 3 همون چالش که من و حاجی و بچه دیگه انجام دادن، بره قبرستون یه چند تا فیلم ترسناک ببینه تنهایی، بعد برگرده. میگه نمیترسم دیگه. آره از کجا میدونی من تنها میرم؟ بچه‌ها میذارم پشت صحنه، شما نفهم دیگه. تقلب نکن دیگه لعنتی. ما خب تو رو بشناسیم، این که بخوای اینجوری تقلب کنی. من دارم صادقانه میگم دیگه. خب حالا صادقانه نگو، چالش پشت سرمون، چالش اکسپتد. فقط یه مشکلی دارم، من قبرستونای آنتالیا رو بلد نیستم. آدرسش رو برات میفرستم. با پرده سبز درست کنم میفهمین. میری یا نمیری؟ آره داداش شیر کنم، کاری ندارم. اگه این فیلمه چند هزار تا لایک بخوره میری؟ 16000 تا. نه اوکی، 2000 تا. اگه این فیلمه 2000 تا لایک بخوره، صاحب ساعت 3 میره قبرستون فیلم ترسناک میبینه. واسه بچهای دیگه هم چالش احمقانه دارم، اگه همه قبول کنن. بچا شما مثل صاحب نمیترسید؟ اصلا هیچ ترسی نداری؟ نه من اصلا ترس ندارم. من که همه میدونم من نمیترسم. چند تاشون رفتن قبرستون، ولی اونایی که نرفتن ساعت 3 نصف شب با برن قبرستون چند تا فیلم ترسناک ببینن برگردن. اونایی هم که رفتن 3 ساعت 4 ساعت تو قبرستون دستشونو با ببندن به یه درخت دوستاشون، بعدشون کنن بعد 3 4 ساعت برگردن سراغشون. خوبه؟ موافقی؟ آره اوکیه. ولی یه چیزی مشکل نداره، ولی 4 ساعت علی صبح میشه، یعنی روز میشه. نگهبانه میاد، شلوار اون در میاره، از نگهبانه میترسیم اگر چیزی نترسیم. مشکل چیه؟ نه مشکل میدونه چیه؟ از جن و روح و اینا هیچ کس ترس نداره. نمیدونم بچه ها نمیدونم، منو میگم ترس ندارم. ولی خب یه چیزی هست، مثلا قبرستونای من بیرون از شهر که میرم، اونجا مثلا ده و اینا نزدیکشه. خب اگر اونجا یه نفر بیاد ببینه من دست و پام به درخت بسته است و تنها هستم، به تجاوز میکنه؟ نه تجاوز نمیکنه، میذارتم با چوب تا صبح. که یعنی تو جنی؟ آقا حالا تو بیا ثابت کن با دهن بسته و دست بسته و پای بسته به درخت بگو من جن نیستم. معمولا یک ساعت دو ساعت میشه، دو ساعت. مثلا میگه آقا دو ساعت یعنی 3 تا 5. بعد از این فیلم پلیس افغانستان به درخواست خانواده این مرد افغان در پی یافتن این شخص تمام شهر کابل را جستجو کرد و تاکنون هیچ نشانه ای از این مرد افغان نیافتند. تنها گزارش ارائه شده پسری 26 ساله در تنها تیمارستان روانی در کابل است که شباهت بسیار با این پسر افغان دارد، ولی هنوز از طرف خانوادهش تایید نشد. جاش که ترسناکه تا حدی. خیلی آره. میترسی اگه یه جا تاریک باشه؟ نه خونه های متروکه اونم شب واقعا ترسناکه. اونم تنها. آره اونم تنها. آدم توهم میزنه هر چیزی رو میتونه بزرگش کنه. What did you say? من همین الان واقعا ترسیدم. میدونم هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. من هم چیزی ندارم نسبت بهش. چه صدای ناشیانه اضافه کردن بهش. اصلا دقیقاً همینو میخوام بگم، اصلا صدا سه‌بعدیه. کدوم گوشی صدا سه‌بعدی میگیره؟ هیچ گوشی. این یه دلیل فیک بودنش. با این صدای سگم اصلا تغییر نمیکنه، اینم فیکه. خدا اونا اصلا خیلی ندارم. همش از سمت چپ میاد، هدفون سمت چپ میاد. آره ببین اصلا هر چی پر میخوره داره از سمت چی میاد. راست صداش هم کم نمیشه هر چی داره فاصله میگیره. آره جان صدای ماینکرافت رو اضافه کردن. زامبی ماینکرافت بابا. ولی نه نگاه کن علی، مثلا این کاری که انجام میدن میشه گفت ویدیو مثلا صداش عادی بوده، ولی اون کسی که اومده تخشش کرده اومده صدا رو سه‌بعدی کرده که یه ذره ترسناک‌تر بشه، نه اون خود شخص. بعد دوربین دید در شب که نیست که.
چراغ انداخته کرده. نه خب چراغ هم که انداخته، چراغ چجوری انداخته که چراغی هیچ تکونی نمیخوره؟ نه نور رنگ داره. من بعد نه رنگ داره علی. جان اول که صدای ماینکرافته، دوم اصلا یه دورینه چراغ لگ میزنه موقعی که باید بیشه چراغ لگ میزنه. دقیقا دنبال چی میگرده؟ اصلا این موقع شب، این موقع شب با گوشی تنها با یه نور دنبال چی میگرده؟ ببین موقع که چیزه دنیای ندر میری این صدای اونه. به خدا این صدای چی بود؟ ببین اصلا این صدای این کار صد درصد کمه خدا وکیلی. فیلم های جنی و ترسناک همشون فیکن. من یک دونه فیلم واقعی ندیدم، فکر نمی کنم. خب دیگه همه فیک، اصلا هیچ کی نشه. ولی خب چیزی که هست بعضیا انقدر حرفه این میسازن آدم نمیتونه بگه فیک یا واقعیه. الان سم این مثلا این موزیکه. آها این الان موزیک بک‌گرانده مثلا. آره سگم سایده میپره جلو دوربین تمام میشه. نه نمیپره جلو دوربین چون از روی تامنلش نگاه کرده باشه یه نفر وسط خونه نشسته بود. چه میکنم الان با یه صحنه روبرو میشه که یه نفر لخت در رو زمین نشسته. معمولا این ویدیوها اینجوریه. برگشت همونجا توی اول ویدیو که بود. این 200000 تا ویو میخوره برام بسازم از اینا. بساز. ولی خب کامنتاش هم ببن. دقیقاً زمین. چون چند نفر مثل خودمون میاد همین حرفا رو میزنه. چی شارژش تموم شد تو باش شارژ کن. فیلم بردار دوربین رو قطع کرده باشم. هم چجوری قطع کرده چرا روشن ولی هم داره فیلم میگیره. چی شد؟ الان چرا فقط باید زمینایی بگیره موقع راه میره کف؟ برای که زایه نشه، برای که چراغی دورش زایه نشه. الان نگاه کن دقیقاً یه ذره آورد بالا چراغی دورش زایه شد که قشنگ خونه نزدیک یه خیابونه. همون الان این ویدیو چه محتوایی داره؟ فقط همینطور الان محتواش آخرش معلوم میشه فکر کنم. اومده اینجوری که بتونه تبلیغ بزنه. نه همین بود اولش دیدی. وای خدا چه فیلمی ساختن. کسی کنم بکنم بچه 5 ساله ساختن اینو واقعا. معمولا وقتی جن میذاره دنباله دور یه مثلا فلکه مانند میچرخی که نرسه بهت یه مسیر مستقیم. گوشه دست نگاه کن چجوری داره آروم و ریلکس میره. نگاه اصلا داره همون مسیرها رو برمیگرده. اصلا نگاه کن انم گرفت. من صندلیم انی شد. مثل همه فیلم های ترسناکی جدیدن میسازن، حتی هالیوودیش هم خیلی های سرطنه. اوکی این فیلم خیلی ترسناک بود، همه همون ریدیم به خودمون میریم سراغ فیلم بعدی. بچه میشه استوب کنیم برم شلوارم عوض کنم چون ریدم به خودم. برو آقا بیا این همین اول ویدیو آخر ویدیو رو نشون میده بذار همینجا چه ببینیم. الان این خیلی خوبه. یعنی چی؟ الان چی؟ این چی بود که جیغ میزنی؟ به نظرتون کسایی که اینا رو ساختن چند سالشونه؟ یه چیزی رو بهت بگم شاید باورت نشه. پسر خاله‌م رو برمیدارم میبرم قبرستون، اون یکی رفیقم اومد اذیتش بکنه، یه پخ بهش کرد، طرف افتاد رو زمین داشت تشنج میکرد. این که حالا رفیقمون بود اومد یه پخ بهش کرد. این که دیگه حالا یه سیاپوش اومده دیده با یه ماسک. یعنی اینو خیلیا باور میکنن علی. خودمونا هستیم که میفهمیم جریان چیه باور نمیکنیم. و خودمون چون ویدیو درست میکنیم ادیتوری میفهمیم. بنا خیلی اصلا از ادیت و فیلم و این چیزا سر در نمیارن، نمیفهمن. آره احتمالش هم هستش اینجوری. اینم هست. آره این است پنج ویدیوی ترسناک یک شخص ادامه کنه. من نمیتونم، من نمیتونم. این صدا رو قطع کن. صداهای ترسناکی را شنیده است که از یک قبر بیرون می آید و آن صداها را ثبت کمره نیز کرده است.
واه خیلی خوب پسره. از تو قبر داره صدا میاد. اوه ترسناک شد، پشمام ترسناک شد. ولی من داستان این مدلی خیلی شنیدم که آره مثلا طرف از تو قبر اینا خیلی واقعی تره، اینا خیلی آدم میتونه راحت تر قبولش کنه تا اون پسری که دوربین گرفت دست مثلا چی میکنه. ولی خب شما واسه تون داستان ترسناک این مدلی پیش اومده؟ نه من پیش اومده. یا مثلا از فامیلاتون چیز پشریزون نشیدین؟ کسایی که بهشون اعتماد دارید؟ شنیدم از فامیلامون پشریزون، ولی خب میدونم همشون دروغ میگن. من الان یکی از چیزایی که شنیدم ترسناک باد باشه قانونا هم چی چیزی. من از قدیم میگفتن پدر بزرگم روی سنگ نشسته، سنگ حرکت کرد. احتمالا روی بلندی کی باور میکنه همچی چیزیو؟ خب کی باور میکنه؟ ترسناک نبود، خنده دار بوده، سر خورده احتمالاً. ولی خب من خالم کسی که 100% بهش اعتماد دارم، وقتی که بچه گیرش اومده بوده چیزی راجع به ننه آل شنیدید؟ نه. افسانه آل، آل یا زاوتراسان موجودی خیالی افسانه‌ای در باور عامه که اگر زن زالو، زنی که به تازگی زایمان کرده است را تنها بگذارید، به سراغش میآید و به او آزار یا آسیب میرساند. او را میکشد یا بچه او را با خود میبرد. اینو خالن دیده کسی که من 100% بهش اعتماد دارم، چیزی که 100% علمی نمیشه ثابتش کنی. این چیزی که اگه ببریش پیش روانشناس میگن نه توهم زدی یا هر چیز دیگه، چون علمی نیست. ولی خب من به خالم اعتماد دارم و میدونم 100% چیزی که میگه چیزی که دیده. اینجوری بوده که وقتی که پسر خالم به دنیا اومده بوده، ننه آل انگار از پسر خالم خوشش اومده بوده، میخواسته بیاد ببرتش. خالم وقتی که میخواسته بخوابه میومده پشت در مینشسته، وقتی که خالم خوابش میبرده خیز برمی داشت که بیاد سمت خالم پسر خالمو بگیره ازش. فکرشو بکنی واقعیت چشاشو میبسته همچی چیزی مثلا. نه دیگه چشاش باز بوده، واقعیت میدیده. بعد چیزی که هست، مادر بزرگم هم پیش خالم بوده، همیشه حواسش بوده که نیاد ننه آل پسر خالمو ببره. یه پیرزن پیری بود. این چیزی که من باورش دارم، حالا نمیدونم واقعیه یا هر دلیل علمی دیگه‌ای که داره، ولی اینو من باور دارم. یه چیز ماوراطبیعی که خودم دیدم و حسش کردم دو تا مورد. داشتم میرفتم خونه خالم، یه خاله دیگه‌م، یه چیز معمولی، یه شب معمولی خیلی عادی، جلوم دیدم یه چیزی با سرعت دوید، یه آدم مثل سایه، چون نور نبود اونجا. آدمم می بود، بازم عنوان سایه مشخص میشد چون نور نبود اونجا. گفتم پشمام چه آدمیه که انقدر تنده، من هیچ آدمی تو عمرم انقدر تند ندیدم. حدودا یه 40-50 متر جلوتر بود. بعد دویدم که ببینم اون طرف که داره میدوه چجوری انقدر تند میدوه. رفتم جلوتر، دیدم سمت راستش کوچه است، ولی سمت چپ که رفت توش دیوار بود. پشمام تو چه دل و جرأتی داشتی که دنبال اون دویدی ببینیم اون چیه؟ ما 10 سال 11 سالمون بود، با بچه‌ها تو کوچه نشسته بودیم، بچه‌ها هم همسایه اونا تو کوچه نشسته بودیم، تعریف می‌کردیم، عادت داشتیم چند شب یه بار می‌شناسیم، می‌گفتیم تعریف ترسناک بکنیم به ترسم این چیزا. نشسته بودیم بچه‌ها تعریف می‌کردن و این چیزا، من همون موقع اعتقاد نداشتم، ولی خب اومدن یکی بچه‌ها گفت اعتقاد نداری؟ گفتم نه. تو می‌خوای همین الان یه جن نشونت بدم؟ منم خیلی کنجکاو و خیلی هم قشنگ منتظر هم چیزی بودم، گفتم آره. گفت خب باشه بچه‌ها، چشاتون رو ببندین، چشاتون رو ببندین، سرتون رو بیارید پایین، چشامون رو بستیم، سرمون رو بردیم پایین. گفت تا 3 می‌شمارم، تاکید دادیم به دیوار، یعنی کمرمون به دیوار نشسته بودیم، سرمون می‌آوردیم بالا سمت آسمون نگاه می‌کردیم، دیگه پشت بومو می‌دیدیم، منظورم دیگه همتون متوجه میشه. بعد گفت تا 3 می‌شمارم چشاتون رو باز کنید، نگاه بالا بکنید، می‌بینیدش. ما همون لحظه چشامون رو بستیم، چشامون رو که باز کردیم رو پشت بوم یه چی حالت مثل این که مثلا بخوام برات تشبیهش کنم، فکر کن یه نفر بود که انگار چادر مشکی سرش بود، این صورت کاملا سفید داشت، همچین چیزی رو دیدیم. تا ما رو دید خودش رو کشید عقب. خب پشمام چجوری؟ تو حالت که چشام بسته بود سرم پایین بود، به محض اینکه چشامو آوردم بالا باز کردم، با حرکت سر من که سر من میرفت سمت بالا، اونم خودشو کشید سمت عقب، انگاری که مثلا رو پشتمون اینجوری خم شده بود، پایینو داشت نگاه میکرد. بعد که ما دید سرمون کردیم بالا، خودشو کشید عقب. شو دوست بوده وگرنه پسره چجوری همچین آره. چیزیو انجام دارم داده. میگم خب دارم میگم این تخیلی که اون موقع اون زمان برامون ساخت. بعد ریاکشنمون جالب بود، منی که نمیترسیدم همچین صحنه ای که دیدم، من دیدم همه هم دیدن. جالبش اینجاست که هممون یه چیز دیدیم. واو. ولی خب چیزی که من دیدم فکر نمی‌کنم خیال بافی بود، چون که هیچ چیزی رو توقعشو نداشتم، فکر کردم یه آدم معمولی داره میدوه، ولی وقتی رفتم جلوتر دیدم دیواره. یکی این تجربه که داشتم دیدم، حالا توهم بوده هر چیز دیگه، ولی چیزی بود که دیدم. یه چیز دیگه، من خونه خالم تنها بودم، مامانم اینا رفته بودن بیرون با خالم و دختر خالم و اینا، من تو اتاق آخری خوابیده بودم، اونا اومدن خونه، اومدن توی اتاق که من بودم، لامپ روشن کردن، یه خورده صحبت کردن، بعد دوباره رفتم بیرون، لامپم خاموش کردم. بعد از اینکه اونا رفتن بیرون، یه نفر اومد تو، لامپ روشن کرد، من رو به دیوار خوابیده بودم، چشمام بسته بودم ولی بیدار بودم. یه نفر اومد تو، لامپ روشن کرد، اومد سمت قفسه‌ای که پشت سرم بود، ادکلن برش. پس 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 پس
پشمام ریخت. ادامه که پیدا کرد گفتم این عادی نیست، این به هیچ عنوان عادی نیست، کدام آدم میاد همجوری میزنه؟ همجوری که خوابیده بودم رو زمین رو به دیوار، اومد پشت سرم، صدای راه رفتنشو میشیدم دیگه، اومد پشت سرم وایساد. بعد آروم چشمامو باز کردم، نگاه کردم، بعد خیلی معمولی نرمال خواستم انگار نمیترسم، بلند شدم لامپ خاموش کردم، رفتم تو آشپزخونه که همه بودن. گفتم کی اومد الان تو اتاق؟ گفتن هیچ کس. گفتم همه چه اتفاقی افتاده؟ بعد دیگه همشون اومده بودن تو اتاق. من اومدم. نه من اومدم. برای اینکه من نترسم. آره. یه داستان دیگه هم که پیش اومده بود واسه داداشم که الان به هیچ عنوان قبول نمی‌کنه، میگه همش توهمه. خوابیده بود تو خونه روی تخت، بعد یه نفر انگار پشت سرش خوابیده بوده، اونم رو به دیوار خوابیده بوده، داشته نفس می‌کشیده. اینجوری هم چه حالت نفس نفس دادن. اینجوری که رو به دیوار خوابیده بوده، برمیگره دستشو میذاره رو تخت، یعنی حالت صاف روی بالا میخوابه، بعد میبینه چیزی نیست، بعد دوباره گوش میکنه میبینه صدا از پایین تخت میاد، بعد بلند میشه میک میک میدوه میاد بیرون. صدا خورپف منه که همچین اکویی تو این قبر 1.80 در مثلا نیم متر چجوری همچین اکویی میاد؟ این باید چا باشه؟ این صداها واقعا از این قبر بیر یادم رفته بودیم یا فقط یک جلوه صوتی بود؟ در این باره چیزی نمیتوان گفت. خودش هم گفت جلوه صوتی. آره اوکی اوکی خوبه، حداقل صادقه گویندش. این شخص به نام استیون لاک سالهاست به عنوان یک فیلم بردار کار میکند. با ایستادن در این گورستان آن واقعی را تعریف میکند که هرگز در زندگی خود فراموش نخواهد کرد. With my camera on the people up here, the speakers up here, and I go to pan over to the people in the crowd, but what I didn't see was that there was something standing in the background. در حقیقت استیون در اینجا در مورد ویدیویی صحبت می کند که توسط او در سال 1999 در اینجا ضبط شده بود. آن ویدیو از مراسم تشییع جنازه یک نظامی بود که این شخص تهیه کرده و آن را به خانواده سرباز ارائه داده است. اما یک افسر ارتش بعد از دیدن ویدیو او را نزد خود طلب کرد و از او پرسید که کنار سنگ اینجا کی استاد بود؟ با دیدن این ویدیو با وضاحت میشه فهمید که آن حتمی یک سرباز بود، اما با گفته فیلم بردار در آن زمان در اینجا هیچ کس حضور نداشت. همین لعنتی فیلم بردار خطایی دیده نهیده. نه فیلم بردار چون لباس اون سفید بوده، قبرام سفید بوده، میتونست نهیده باشه. در این ویدیوی آفریقا شما میبینید که برخی افراد در حال حفری یک قبرند که چند روز پیش در آن یک زن باردار به خاک سپرد. باردار پرام چجوری میتونن یه زن باردار رو خاک کنن؟ یعنی هم خودش بردن بچهش باردار به خاک سپرد. لعنت این جسد است اینجوری میکشه روش. در حقیقت ساکنان محلی فریاد کودکی را از این مقبره شنیده بودند و بهتر دانستند تا چه بالا حرف میزنه یارو، من نمیتونم. چه قبرشون داغونه؟ چای یا قبره؟ چه جورتی دارن اینا که بالا قبره وایسادن؟ صدای عمل تو اومد الان، صدای تمام شد، مرد این الان مردی، الان همه سنگ افتاد پای هر چی بود مرده. پشمام اون کسی که داره میره تو اینا، واقعا اینا واقعا آدمایی هستن که دل و جورت زیاد دارن. نه حوصله‌شون سر رفته، همه بیکارن. خب الان چی شد؟ همین یه بچه میاد بیرون. الان فکر کنم دو منتظر یه چیزی هم الان میارم بالا، فکر کنم بالا میاره. چشمانش رو فریب نخورده است بلکه حقیقت است. در اینجا یک کودک زنده را از قبر بیرون آوردند که او را زنی فوت شده در این چی شد؟ نه ادامش یک کودک زنده را از قبر بیرون آوردند که او را زنی فوت شده در این قبر به دنیا آورده است. شاهدان عینی این واقعه را یک معجزه از جانب خدا می دانند. توریستی کنن خب این حرکت زدن دیگه، از این به بعد ملت میگن اون روستای کجا بود که اینجوری بود؟ میره جوان دولو ملت کنن بینو ازم پشمام از عقل صاحب ازم صاحب پشمام. این حال دانشمندان می بیان که پس از مرگ انواع گازها در بدن شکل می گیرند. به دلیل نفخ و گاز بیش از حد این امکان وجود دارد که کودک از بدن زنی مرده خارج شود. یعنی بچه‌شو گوزیده؟
در ایالت میشیگان آمریکا قبرستانی وجود دارد که به نظر می رسد از قوانین گرانش محروم شده است. در این قبرستان که در زیر تپه ساخته شده یک درخت وجود دارد و مردم معتقدند که آن درخت نفرین و تسخیر شده است. در اینجا اگر یک موتر را از بلندی به صورت خونسا متوقف کنید، موتر شما شروع به پایین رفتن خواهد کرد که طبیعی است. و هنگامی که موتر شما نزدیک این درخت نفرین شده میرسد، موتر شروع به حرکت به سمت بالا خواهد کرد. یه مسئله که دلیل علمی داره رو با یه دونه درخت نفرین شده مقایسه کردن. این چرت بود اوکی؟ این ویدیوی ترسناک در یک کانال یوتیوب به نام دان دافی برگزاری شده است. این شخص یک محقق ماورا و طبیعه است. همیشه در ویرانه ها می رود تا جنیات و ارواح را ضبط کمره کند. در واقع این شخص در نیمی شب به تنهایی در یک قبرستان آمده است و تلاش می کند تا با دنیای مردگان ارتباط برقرار کند. اما اون نمی داند که این خبره ترسناکه. Now these are the biggest graves here. Right, what I'm going to do is now, guys, I'm going to go dark for a second. I'll switch the K2 on. K2 is on. این دستگاه جنگیره مثلا، ولی خب این پسره چون یوتیوبره باید یه فیلم خیلی خوب الان داده باشه بیرون، یعنی دقیقا. یه جوری باید ساخته باشه که هیچکس نفهمه فیکی. الان ببینیم ما میفهمیم یا نه. If there's any spirits here right now who wishes to communicate, could you make them lights flash for me, please? Could you try making them lights light up for me? Mm-hmm. Just to let us know you're present. Keep hearing noises. I feel like I'm being watched. Let's see what we've captured on me. I'm trying a different one. This place is weird. تا چند دقیقه هیچ چیزی غیر معمول در اینجا دیده نمی شود و بعد این اتفاق می افتد. وقتی او کامرا را به سمت دیگری می چرخاند، ناگهان با یک چهره سفید روبرو می شود که او را در حالی دیدن است. سیاترش می کردن خوب. چه ماسک زایه استفاده کرده بود تره. خب این از فیلم امروز بود. اگه خوشتون اومده حتما لایک کنید فیلمو. یادتون باشه 2000 تا لایک بخوره این فیلم بچه ها قرار دهنشون سرویس شه. اگه جدید هستید مطمئن شید که سابسکرایب کنید و اوسی تو کانال من کامنت بذارید نظرتون راجع فیلم بگید تا فیلم بدید.